چیچیلیا بارتولی خواننده صدای متسو سوپرانو در نقش دختر ایتالیایی در الجزایر، اپرای شاد در دو پرده و اثر روسینی آهنگساز قرن 19. دختر ایتالیایی در الجزایر در فستیوال ویتسان سالزبورگ به کارگردانی موش لیزر و پاتریس کوریه به روی صحنه رفته است. میزانسنی که در آن شوخ و شنگی دختر ایتالیایی به اوج خود میرسد. چیچیلیا بارتولی عاشق تئاتر است. عاشق این است که گریم شود و لباس‌های مختلف بپوشد و نقش‌های مختلف بازی کند. او حتی می‌تواند در نقش مرد ظاهر شود، صورتش را اصلاح کند، مثل میمون از درخت بالا برود، نقش مادر را بازی کند یا با موشک به فضا برود. او عاشق تئاتر است. این اپرا داستان دختری است که در جستجوی عشق از ایتالیا به الجزایر سفر می‌کند. او در آنجا به دام رئیس یک گروه مافیا میافتد، اما موفق میشود با دلربایی و رفتاری تحقیرآمیز او را بفریبد. ایزابل زنی مصمم است. کشورش ایتالیا را ترک می کند و سوار قایق می شود. این زن دوست دارد چیزهای جدید یاد بگیرد، فرهنگهای جدید، غذاهای تازه را بشناسد و با کسانی آشنا شود که به زبان خارجی صحبت می کنند. در او شوق و آتش کشف چیزهای جدید وجود دارد. زنان در عصر روسینی شخصیت‌های فوق‌العاده‌ای داشتند. اغلب جنگجو، قوی، زرنگ و باهوش و زیرک بودند. برابری زن و مرد در لیبرتوی این اپرا آشکار است. در یک کمدی جایی برای دوئت عاشقانه نیست، چون عشق مهم نیست. رو راست بگوییم، چیزی که مهم است میل جنسی است و همین است که بیننده را به خنده می اندازد. روسینی در اپرای دختر ایتالیایی در الجزایر شما را به خنده وامی دارد. موسیقی آن زنده است و نیرو و انرژی زندگی را به شما منتقل می کند. انرژی باور نکردنی. بانوی ایتالیایی در سالن نمایش خانه موزارت در سالزبورگ همین شروع انرژی را به تماشاچی منتقل می کند. روسینی آهنگساز مورد علاقه چیچیلیا بارتولی نیز هست. بانوی ایتالیایی در الجزایر سرشار از جنون است. لحظاتی از بلبشو و دیوانگی مطلق. همین دیوانگی ما را با خود می‌برد. روسینی قادر است ما را به دنیای دیگری ببرد. او این کار را همراه با شادابی و طراوت انجام می‌دهد.